سلام، بنفشه بوسوخ هستم. برنامه تک سوی از کانال آنلاین با هم بریم سراغ خبرهای کامپیوتر و تکنولوژی این هفته. خبر اولمون در مورد کمپانی اپل هست. کمپانی اپل با معرفی و فروش آیفون های سری 13 تونست بزرگترین مارکت تلفن های هوشمند یا اسمارت فون ها که کشور چین هست رو بگیره. این اتفاق دفعه قبل در سال 2014 پیش اومد که با فروش آیفون های سری S بود و آیفون های سری S تلفن هایی بودن که نسبت به ورژن های قبلی دارای صفحه نمایش اسکرین بزرگتر بودن. گفته میشه که آیفون های سری 13 به دلیل اینکه قیمت مناسب تری دارن نسبت به کمپانی های دیگه چین که تلفن تولید میکنن و اینکه دوربین های خیلی بهتری داره تونسته این موفقیت رو به دست بیاره. خبر بعدیمون در مورد کمپانی گوگل هست. همجور که میدونین گوگل سالهاست متهم میشه به اینکه دیتای کاربران و یوزران خودش رو جمع آوری میکنه و اینها رو میفروشه به منظور تبلیغات آنلاین. از 65 میلیارد دلاری که این شرکت درآمد داشته پارسال دقیقاً 79% از فروش تبلیغات بوده و گفته میشه این باعث نگرانی شرکت های تبلیغ کننده و همچنین نگرانی مردم میشه. گوگل پلتفرم جدیدی رو میخواد امسال استفاده بکنه که نگرانی مردم رو کمتر بکنه. به این صورت هست این پلتفرم، اسمش هست تاپیکس و به این صورت عمل میکنه که هر کاربری میتونه 15 تا بسکت داشته باشه در گوگل که این بسکت ها هر کدوم مربوط به یک دیتای خاصی میشن، مثلا راجع به علاقمندی اون شخص به ماشین، به مراکز سلامتی، به سفر یا هر چیز دیگه ای. و از این 15 تا بسکت شرکت گوگل فقط 3 تاشو در اختیار شرکت های تبلیغ کننده میذاره و از این ترتیب از این طریق در واقع آرامش خاطر میده به مردم که اطلاعاتشون در واقع در فضای مجازی هست. خبر بعدیمون در مورد یوتیوب هست. یوتیوب امسال اعلام کرده که در سال 2022 میخواد درآمدزایی بیشتری بکنه برای مردم و در واقع از این طریق مردم بتونن از یوتیوب درآمد بیشتری داشته باشن. سالهای گذشته هم اینطوری بوده ولی امسال تمرکزش رو میخواد بذاره برای کسانی که خالق در واقع کانتنت یا محتوا هستن و گفته که برای کسانی که پادکست درست میکنن میخواد در واقع فعالیت‌ها یا فرآیندهای بیشتری رو بذاره که بتونن تبلیغات بیشتری بذارن و درآمد بیشتری از طریق شرکت یوتیوب داشته باشن. همچنین علت حذف تعداد دیسلایک ها رو گفته به این هستش که به این منظور هستش که کمپانی‌های کوچیک‌تر یا کاربرهای جدیدتر یوتیوب رو که بهشون یوتیوبر میگن تشویق بکنه که بمونن و بتونن درآمدزایی داشته باشن. بله، همجور که میبینید یوتیوب رو در واقع کمپانی گوگل صاحبش هست و یوتیوب همیشه منبع و مرجع خیلی خوبی برای تبلیغات آنلاین هست. ما همیشه به مشتریای خودمون و به دوستان و کلاینت ها میگیم که ویدیوهای خودتون رو حتما در یوتیوب چنل آپلود بکنید، حتما برای بیزنس خودتون یوتیوب چنل داشته باشین، بتونید اونها رو اونجا آپلود بکنید و از طریق یوتیوب لینکش رو در سوشال مدیاهای دیگه مثل فیسبوک بذارید که ویو و لایک بیشتری بگیره، به دلیل اینکه خود به خود در سرچ انجین ها مثل گوگل بالا میره. این قسمت اول برنامه هم بود، برمیگردیم با قسمت دوم برنامه. هر کاربر کامپیوتر، پی سی یا مک، هر آن نیازمند سرویس های ماست. همین الان اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. 24 ساعت 7 روز هفته. 310-985-9252. اسم اپ اینه. کامپیوتر امرجنسی سرویسز. در قسمت دوم میپردازیم به معرفی پروداکت های جدید و های تکی که یا در بازار به تازگی اومدن یا قرار امسال یا به زودی به بازار بیان. پروداکت اولی که براتون در نظر گرفتم دستگاهی هست که در واقع کار جیم رو برای ما میکنه. ما میتونیم این دستگاه رو بخریم، فضای کمی رو اشغال میکنه و تمام حرکات ورزشی یا بیشتر حرکات ورزشی برای تمام اعضای بدن رو میتونیم باهاش انجام بدیم. کافیه که قد و وزنمون رو و شرط فیزیکیمون رو روش ستاپ بکنیم. حتی میتونیم وزن مختلفی رو که لازم استفاده بکنیم برای قسمت خاصی از بدن رو باهاش تنظیم بکنیم. گونه در واقع تنظیم شده از نظر سافتوری که اگر شما اون وزن رو اضافه تر یا اکسترا برین به شما هشدار میده یا اجازه نمیده استفاده بکنین و از این طریق باعث میشه که از صدمه زدن به بدن خودمون جلوگیری بکنیم. پروداکت بعدی دوربین های امنیتی یا سکیوریتی کامرا هستن که بازار اومدن.
فیچرهای خیلی جالبی دارن، نور خیلی زیادی دارن و در شرایط شب و روز به خوبی کار میکنن، با کوچکترین حرکتی فعال میشن، اگر کسی در محیطی که نصب شده در واقع بیاد دیتکت میکنن، نورش روشن میشه و کامراش اونو ضبط میکنه. از طریق اپی که داره همونجوری که در تصویر میبینین میتونیم کنترل بکنیم و میزان نورش رو میتونیم کم و زیاد بکنیم. این دوربین ها در تمام شرایط هوایی، در بارون، در خاک، گرد و غبار و همه جور شرایط هوایی کار میکنه. پروداکت بعدیمون در واقع بکپک یا کوله پشتی های های تکی هستن که به بازار اومدن. قیمت این کوله پشتی ها 144 دلار هستن. بسیار خودشون سبک هستن ولی تا 50 کیلو بار رو میتونن حمل بکنن. با جاهای مخصوصی که براش در نظر گرفته شده میتونیم قفلش بکنیم. جای مخصوص برای لپتاپمون، آیپدمون و وسایل مختلف داره. حتی کیفی برای این در نظر گرفته شده که وسایل الکترونیکی خودمون رو میتونیم توش بذاریم و باعث میشه که وسایل الکترونیکی ما کاملا سیف باشن و صدمه نبینن. حتی خاصیت ضد آبی هم داره و در هوای بارونی یا در هوای مرطوب میتونیم ازش استفاده بکنیم. این کیف کوچیک که دیدین همون کیف در واقع وسایل الکترونیکیمون بود. این پروداکت همونجوری که گفتم 114 دلاره و در آمازون یا کمپانی های دیگه آنلاین میتونین اینها رو بخرید. اینها سه تا پروداکت جدیدی بودن که در 2022 گفته میشه که به بازار میان. دوستان عزیز، همونجور که میدونید ما خدمات آنلاینمون مثل وبسایت دیزاین، آنلاین مارکتینگ، سوشال میدیا مارکتینگ و SEO رو همیشه داریم. میتونید برای بیزنس خودتون با ما تماس بگیرید، از مشاورای ما استفاده بکنید. امسال سالی هستش که سوشال میدیا در واقع خیلی فعالیت عظیمی داره. با تولید ویدیوهای خوب و کانتنت و محتواهای خوب میتونین بیزنس خودتون رو توسعه بدین، فروش خودتون رو بالا ببرین و مشتری بیشتری داشته باشین. هر سوالی داشتین همیشه میتونین با ما تماس بگیرین، با تلفن‌های زیر تماس بگیرین، برامون نظر بذارین، کامنت بذارین و ما به شما برمیگردیم. بنفشه بوسوخ هستم، تا برنامه بعد خدا نگهدار. Do you have viruses or malware warnings? Have a problem with your computer and need help? 24 hours, 7 days, Computer Emergency Services. Convenience and savings at your fingertips. Download our free app and keep in touch.